تئوفیلوس عزیز، من اکنون وقایعی را که بین ما رخ داده به ترتیب برای تو می نویسم تا بدین وسیله از عینان چه اتفاق افتاده واقف شوی. در آن زمان که آگوستوس قیصر امپراتور روم و هیرودیس پادشاه یهودیه بود، خداوند فرشته خود جبرائیل را به ملاقات باکری در شهر ناصر فرستاد. نام این باکره مریم بود. ترسان مباش مریم، زیرا که نزد خدا نعمت یافته ای. اینک تو حامل شده پسری خواهی زایید و نام او عیسی است. چگونه ممکن است؟ من باکره هستم. روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند. از آن جهت آن مولود مقدس فرزند خدا خوانده خواهد شد و سلطنت او ابدی. آنگاه مریم رهسپار شهری در یهودیه شد تا دختر عموی خود الیسابت را که او هم به طور معجزه آسایی حامل شده بود ملاقات کند. تو در بین زنان مبارک هستی و مبارک و مقدس از ثمره رحم تو. همین که بانک سلام تو به گوش من رسید، بچه از شادمانی در رحم من به حرکت آمد. جان من خداوند خود را می ستاید و روح من در نجات دهنده من خدا شادی می کند. از این پس همه نسل ها مرا متبارک خواهند خواند. آگاه باشید ای مردان ناصره، به دستور اوگوستوس قیصر روم سرشماری عمومی انجام خواهد شد. بنابراین در تمامی نواحی جلیل و یهودیه مردم باید ثبت نام کنند. پس هر کس ملزم است به شهر و قصبه ای که آبا و اجداد او متولد شده اند برود. بدین ترتیب مریم به همراه نامزدش یوسف به سوی بیت لحم در یهودی رأس بهار شد تا ثبت نام کند. و چون در بیت لحم محل سکونتی نداشتند، در استبلی محقر جای گرفتند. شبانانی که در صحرا به سر می بردن و پاسبانی گله های خیش می کردن، به ناگاه در شب ظهور فرشته خداوند و کبریای پروردگار را آشکارا دیدن و به غایت ترسان گشتن. امروز برای شما در شهر داوود نجات دهندهی متولد شد که مسیح خداوند است. چوپانان با شتاب برای دیدن کودک نوزاد به آخر رفتند. و آنان نخستین کسانی بودند که این خبر خوش، یعنی داستان مریم و ولادت منجی بزرگ را پخش کردند. یک هفته بعد چون وقت ختنه طفل فرا رسید، او را عیسی نامیدند و به اورشلیم بردند تا به خداوند تقدیم کنند. در اورشلیم شخصی صالح و متقی میزیست که با هدایت روح به هیکل درآمد. آنها تمام مراسم مذهبیشان را برگزار کردند و اورشلیم را به مقصد ناصر ترک گفتند. وقتی عیسی به 12 سالگی رسید، او را برای مراسم عید فصح به اورشلیم بردند. آنها عازم بازگشت به شهر خود شدند و گمان می کردند پسر همراه آنهاست. آنگاه به اورشلیم بازگشتند و در روز سوم او را در هیکل یافتند، در حالی که در جمع روحانیون یهود بود. این فرزند کیست که چنین سوالاتی می کند؟ او اهل ناصره است، گمان کردیم با ما همراه است. ببخشید، این کنجکاوی کودکانه است. هر که سخنانش را می شنید از ادراک و جوابهایش به حیرت می افتاد. فرزند، چرا با ما چنین کردی؟ پدرت و من با نگرانی بسیار دنبال تو میگشتیم. برای چه دنبال من میگشتید؟ مگر نمیدانستید که من باید در امور پدر آسمانی خود باشم؟ و او با ایشان به ناصر بازگشت. به تدریج در حکمت و قامت و رضامندی نزد خدا و مردم ترقی میکرد.
زندگی عیسی. بر مبنای کتاب مقدس انجیل لوقا باب 3 تا 24. در 15 سال حکومت امپراتور تیبریوس و پنتیوس پیلاتوس فرماندار یهودیه و هیرودیس والی استان جلیل و حنا و قیافا کاهنان اعظم کلام خدا در بیابان به یحیی رسید. او به تمام نواحی اطراف رود اردن می رفت و به تعمید و توبه برای آمرزش گناهان مردم را موعظه می کرد. ای مردم، از گناهانتان روی برگردانید و تعمید گیرید تا خداوند گناهانتان را بیامرزد، همچنان که در کتاب اشعیا نبی آمده است: صدای ندا کننده در بیابان که فریاد می زند راه خداوند را آماده سازد، طرق او را راست و هموار نمایید تا تمامی دره ها پر شوند و هر کوه و تلی در سر راه است هموار گردند، پیچ و خمها مستقیم، هر کجی راست و هر راه ناهموار صاف شود تا او بگذرد، آنگاه تمامی بشر نجات خدا را خواهند. به ما بگو، آیا تو مسیح هستی؟ آری، بگو، تو مسیح هستی؟ مسیح؟ من شما را به آب تعمید می دهم، اما شخصی خواهد آمد که از من به غایت دواناتر است. من لایق آن نیستم که بند پای پوش او را بازارم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او چندک خود را به همراه دارد تا خرمن خیش را پاک کرده گندم را در انبار خود ذخیره کند. قدوس مانند کبوتری بر عیسی نازل شد و صدایی از آسمان آمد که تو پسر عزیز من هستی، از تو بسیار خوشنودم. و او به ناصر آمد، مکانی که در آنجا بزرگ شد. سلام. سلام. سلام بر تو باد. همچنین بر تو. ممکن است در قایقت سوار شوم؟ البته شما. البته. مگر از نزد ما می رود؟ برای ما حرف بزن، برای ما سخن بگو. روزی دو نفر برای عبادت به هیکل وارد شدند. یکی از آنها پیشوای مذهبی و دیگری باجگیر بود. پیشوای مذهبی جدا ایستاده به تنهایی دعا کرده، گفت: خدایا، تو را شکر می کنم که همچون دیگر مردم حریص و ظالم و زناکار نیستم. حمد و سپاس تو را می گویم که چون این باجگیر نیستم. هر هفته دوبار روزه می گیرم و از آنچه پیدا می کنم 10 می دهم. اما آن باجگیر دور ایستاده، حتی نخواست چشمان خود را به سوی آسمان بلند کند و به سینه خود زده گفت: خدایا، بر من گناهکار ترحم فرما. می دانی چه شد؟ آن باجگیر دعایش مستجاب و بخشیده شد، نه آن پیشوای مذهبی. زیرا هر که خود را برافرازد پست گردد و هر که فروتن باشد سرفراز شود. قایق را به میان آبهای عمیق بران ای شمعون و دامهای خود را برای صید ماهی با آب بینداز. آه، چه میگویی؟ ما تمام شب را رنج بردیم ای استاد، اما چیزی نصیب ما نشد. حال که تو دستور میدهی
دامها را به آب می اندازیم. یعقوب، یوحنا، نگاه کنید یعقوب، یوحنا، قایقتان را نزدیک بیاورید و کمک کنید. عجله کنید. ماهیست. عجله کنید. ماهی فراوان. ماهیست. سبدها را خالی کنید. تندتر. بگیر. ماهیست. بگیر. ماهی. هر چه بخواهی ماهی. ماهیست. عجله کنید. زودتر. ماهی. از من دور شو ای خداوند، زیرا من گناهکارم. ترسان نباش، از این پس مردم را سید خواهی کرد. دارد می آید. رسید. نگاه کنید. ایسر تمنا دارم یگان دختر مرا شفا دهی. بر من ترحم نما. دخترم 12 سال دارد و مشرف به موت است. تمنا دارم با من بیا. دیوز، متاسفم. عیسی، دختر تو مرده. استاد را زحمت بده. ترسان مباش، ایمان داشته باش، شفا خواهد یافت. گریان مباشید، او نمرده است بلکه در خواب است. فرزند، برخیز. او را قصا دهید و تأکید میکنم با کسی از آنچه اینجا اتفاق افتاد سخن مگویید. و عیسی بر بالای تپه بلندی رفت که به عبادت بپردازد، و چون روز شد از شاگردان خود 12 نفر را انتخاب کرد که حواری وی باشند. شمعون که او را همچنین پتروس مینامید، و آندریاس برادر او، یعقوب، یوحنا، فیلیپوس، بارتولما، متا، لوقا، یعقوب پسر حلفی، شمعون معروف به قیور، یهودا پسر یعقوب، و یهودای اسخریوتی که به او خیانت کرد. Thank you.
خوشا به حال شما مسکینان، زیرا که ملکوت آسمان از آن شماست. خوشا به حال شما گرسنگان، زیرا که سیر خواهید شد. خوشا به حال شما که گریانید، زیرا خواهید خندید. خوشا به حال شما وقتی که مردم به خاطر پسر انسان از شما نفرت گیرند، شما را دشنام دهند و چون شریر از خود برانند. در آن زمان شاد باشید و وجد نمایید. بدانید که اجر شما در آسمان عظیم می باشد، زیرا که پدران ایشان نیز به همین سان با انبیا رفتار نمودند. لیکن ای شنوندگان، به شما می گویم دشمنانتان را دوست بدارید، با منفورین از خود احسان کنید، برای لعن کنندگانتان برکت بطلبید و برای بدرفتاران دعای خیر کنید. هر که سیلی بر رخساری تو زند، آن سوی را نیز بگردان. بده و کسی من... که ردای تو را بگیرد، قبا را نیز از او مزایقه مکن. بده، به من هم بده. هر که از تو چیزی بخواهد بدو ببخش، و اگر کسی چیزی از مال تو را برد، از او مخواه که آن را بازگرداند. با دیگران همان کنید که انتظار دارید با شما رفتار کنند. اگر کسانی را محبت نمایید که شما را محبت می کنند، برتری و مزیتی بر شما نیست، زیرا گناهکاران هم دوستداران خود را محبت می نمایند. اگر احسان کنید با هر که به شما احسان کند، چه برتری و مزیتی بر شماست؟ گناهکاران نیز چنین می کنند. چگونه می شود به هرزه ای دست؟ چگونه می توان با او صحبت کرد؟ منزجر کننده است، شرم‌آور است. آری، دشمنان خود را محبت نمایید و احسان کنید و بدون امید عوض قرض دهید، زیرا که اجر شما عظیم خواهد بود و فرزندان خدای متعال خواهید بود، زیرا خدا با ناسپاسان و خطاکاران نیز مهربان است. پس رحیم باشید، چنان که پدر شما نیز رحیم است. سخن بگو ای استاد. داوری نکنید تا بر شما داوری نشود، و حکم نکنید تا بر شما حکم نشود. ببخشید تا خود نیز بخشوده شوید. باز هم بگو استاد. برم میخواهد این مرد را بشناسم. آیا گمان میداری ممکن است او مسیح باشد؟ سپس آن مرد فریسی عیسی را به شام دعوت کرد و عیسی به خانه وی رفته برای غذا خوردن بنشست. بسیار خوب بچه‌ها، حالا دیگر بروید. میتوانی بروید؟ چه گفتم؟ بروید. با شیطنت به نخره کار خودشان را انجام میدهد. این زن اینجا چه میکند؟ او چه میخواهد؟ این زن کیست که دارد به او دست میزند؟ او بایستی خوب بداند که این چگونه زنیست. من میدانم این زن چه کسیست. شمعون، چیزی دارم که به تو بگویم. طلبکاری را دو بدهکار بود که از یکی 500 و از دیگری 50 دینار طلب داشت، و چون چیزی نداشتند که دینشان را ادا کنند، پس هر دو را بخشید. کدام یک از آن دو را زیادتر محبت نمود؟ گمان میکنم آن که او را زیادتر بخشید. درست گفتی. این زن را میبینی؟ من به خانه تو آمدم، تو برای شستن پاهایم آب نیاوردی، اما این زن پاهای مرا با اشک خود شست و با گیسوانش خوش کرد. تو حتی روی مرا نبوسیدی، لیکن او از بوسیدن پاهای من از ابا نکرد. تو سر مرا به روغن مسح نکردی، لیکن او پاهای مرا به عطر تدهین کرد. از این جهت میگویم گناهان او که بسیار است آمرزیده شد، چون محبت بسیار نمود. آن که آمرزش کمتری یابد نیز محبت کمتری می نماید.
ای زن، گناهان تو بخشیده شد. کفر است. چگونه امکان دارد؟ ایمان تو را نجات داد، پس به سلامت روانه شد. من استاد، ببرس یحیی تعمید دهنده ما را فرستاده، میپرسد آیا آن آینده تو هستی یا باید منتظر دیگری باشیم؟ او را از آنچه دیده و شنیده اید خبر دهید که کوران بینا و لنگان خرامان میگردند و خوشا به حال کسی که در اعتماد به من نلغزد. برشانم بشین. چیزی میبینی؟ من عیسی را میبینم. برزگری به جهت کاشتن دانه بیرون رفت. وقتی که دانه میکاشت بعضی بر کناره راه ریخته و پایمال شد. مرغان هوا آن دانه ها را خوردند. پاره نیز بر سنگلاخ افتاد و چون رویید از آن جهت که رطوبتی نداشت خشک گردید و فنا شد. قدری نیز در میان خارها افکنده شد که خارها با آن نمو کرد و آن را خفه نمود و بعضی در زمین نیکو پاشیده شد. تنها آن دانه ها رویدند و به بار نشستند و صد چندان ثمر آوردند. استاد، چرا با آنهایی که گرد تو هستند با مسئله ها سخن میگید؟ شما را دانستن اسرار ملکوت خدا عطا شده، لیکن دیگران را به واسطه مسئله ها می نگرند اما نمی بینند، می شنوند اما درک نمی کنند. معنی مثل چنین است که میگویم دانه ها همانند کلام خداست. دانه هایی که در گذرگاه افتادند نمودار کسانی است که چون میشنوند فوراً ابلیس آمده کلام را از دلهایشان میرباید، مبادا ایمان آورده و نجات یابند. دانه هایی که بر سنگلاخ افتادن نمودار کسانی است که کلام را میشنوند و به شادی میپذیرند. اینها ریشه ندارند، پس تا مدتی ایمان میدارند ولی به هنگام فرارسیدن آزمایش مرتد میشوند. دانه هایی که در خارها افتادن نشان آنهایی است که میشنوند اما اندیشه روزگار و دولت و لذات دنیوی آنها را احاطه و خفه مینماید و هیچ میوه به کمال نمیرسانند. اما آنچه در زمین نیکو واقع گشت، کسانی می باشند که کلام را به دل راست و نیکو شنیده آن را نگاه می دارند و با صبر ثمر به بار می آورند. روزی از روزها عیسی با شاگردانش سوار قایق شده به ایشان فرمود با آن سوی دریاچه بروید. و چون می رفتند خواب او را در رو بود. توفان! توفان را در بود. هلاک می شویم، امواج ما را احاطه کردند، نزدیک از غرق شویم. استاد ما را نجات بده، نجات ما بده. ما نجات پیدا خواهیم کرد، ما نجات پیدا خواهیم کرد. دریا آرام شد. چه گفت هست؟
عجیب است. ایمان شما کجاست؟ و سپس به زمین جدریان که مقابل جلیل است رسیدند. فرزند خدای متعال، از من چه میخوایی؟ به من بگو، از من چه میخوایی؟ نام تو چیست؟ لژیون. ای فرزند خدا، ما را به جهنم روانه مکن. ما را اجازت ده تا داخل گرازم شویم. هی برگردید، بایستید، برگردید. آنگاه ارواح پلید از وجود آن مرد خارج شده و داخل گرازان شدند. از اینجا دور شو، ما را ترک کن، از اینجا برو، ما را رها کن، برو از اینجا دور شو. اگر میخواهی از اینجا بروی، اجازه بده همراه تو باشم. به خانه بازگرد، آنچه خدا با تو کرد بازگو کن. استاد، مردم را مرخص فرما تا به دهات و مزارع اطراف رفته و برای خود غذا و مکان تهیه کنند، زیرا در این بیابان چیزی یافت نمی شود. شما خود می توانید ایشان را خوراک دهید. اگر کفاف دهد، ما فقط این را داریم، 5 نان و 2 ماهی است. ای خدای بزرگ، مالک جهان، تو متبارک هستی، تو هستی که از زمین به ما نان میدهی. مردم مرا که می دانند؟ بعضی می گویند که تو یحیی تعمید دهنده ای، عده‌ای می گویند که تو الیاس هستی، و گروهی می گویند یکی از پیامبران پیشین بازگشته، پیامبری که زنده شده است. تو چه می گویی؟ تو مرا که می دانی؟
تو مسیح خدا هستی. هیچ کس را از این حقیقت اطلاع مدهید. لازم است به سر انسان زجر بسیار ببیند و مطرود گردد، کشته شود و روز سوم برخیزد. از شما چه کسی مرا پیروی میکند؟ هر جا بروی تو را پیروی کنم، اما اول اجازه بده با اهل خانه خود خداحافظی کنم. کسی که دست را به شخ زدن دراز کرده از پشت سر نظر کند شایسته ملکوت خدا نمی باشد. اگر کسی بخواهد با من همراه شود باید اول خود را فراموش کند، هر روز صلیب خود را بردارد و مرا پیروی کند. هر که بخواهد جان خود را نجات دهد آن را از دست خواهد داد، و آن کس که جانش را به خاطر من از دست دهد آن را نجات خواهد داد. انسان را چه سود اگر تمام جهان را ببرد اما نفس خود را برباد دهد؟ زیرا هر که از من و از کلام من عار دارد، پسر انسان نیز وقتی که در جلال خود و جلال پدر و ملائکه مقدس درآید از او عار خواهد داشت. دعا کردن را به ما بیاموز استاد، همان گونه که یحیی به شاگردانش آموخت. وقتی دعا میکنید بگویید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است در زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را امروز به ما بده و گناهان ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم، و ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر رهایی ده. از این رو اندیشه مکنید به جهت جان خود که چه بخورید و نه برای بدن که چه بپوشید، زیرا که جان از خوراک برتر و بدن از پوشاک والاتر است. کلاغان را ملاحظه کنید، آنها نه میکارند و نه میدروند و نه در انبارها ذخیره میکنند و خدا آنها را میبروراند. آیا شما چند مرتبه از مرغان بهتر نیستید؟ استاد نیکو، چه کنم تا بتوانم حیات جاودان را وارث کردم؟ چرا مرا نیکو میخوانی؟ هیچ کس جز خدا در خور این ستایش نیست. احکام را میدانی؟ هرگز زنا مکن، قتل نفس مکن، به دروغ درباره کسی شهادت مده، پدر و مادر خود را محترم بدار. جمعی اینها را که گفتی از طفولیت تا کنون به کار بستم. هنوز ترا یک چیز باقی است که به کار نبستی. آنچه مال و منال داری به فروش و به فقرا بده تا گنج آسمان را به دست آوری، سپس با من همراه شو. ولی ما تاجریم، ثروتمندیم. چه دشوار است که ثروتمندان داخل ملکوت خدا شوند، زیرا گذشتن شطور از سوراخ سوزن بسی آسان تر است از دخول ثروتمندی در ملکوت خدا. پس که میتواند نجات یابد؟ آنچه نزد مردم محال است نزد خدا امکان پذیر است. گمان مبرید که آمدم تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم. نیامدم که باطل نمایم بلکه تا تمام کنم، زیرا آسان تر از آسمان و زمین زایل شود از آن که یک نقطه از تورات و صحف انبیا ثابت گردد. بسا انبیا و پادشاهان میخواستند تا روز مرا ببینند و ندیدند و کلام مرا بشنوند و نشنیدند. پس ما چه کنیم؟ در تورات چه نوشته شده؟ از آن چه میفهمید؟ خدای خود را محبت نما به تمام دل و تمام نفس و تمام توانایی و تمام فکر خود، و همسایت را چون خودت دوست بدار. همین است، چنین بکن که خواهی زیست. ولی همسایه من کیست؟ او را معرفی کنید. مردی که از اورشلیم به سوی اریها در راه بود به دست دزدان گرفتار آمد. او را برهنه کرده، مجروح ساخته، نیمه مرده واگذارده برفتند. اتفاقا کاهنی از آن راه می گذشت.
چون او را بدید از کناره دیگر برفت. همچنین شخصی لاوی نیز از آنجا عبور میکرد. نزدیک آمد بر او نگریسته، او نیز از کناره دیگر برفت. لیکن شخص سامری که مسافر بود نزد وی آمده، چون او را بدید دلش بر وی بسوخت. پس پیش آمده بر زخمای او روغن و شراب ریخته آنها را بست و او را بر مرکب خود سوار کرده به کاروان سرای رساند و خدمت او کرد. بامدادان چون روانه می شد 2 دینار به سرایدار داد و به دو گفت این شخص را متوجه باش، آنچه بیش از این خرج کنی در حین مراجعت به تو خواهم داد. به نظر تو کدام یک از این 3 نفر با آن شخص که به دست دزدان افتاده بود همسایگی داشت؟ آن که با او محبت کرد. تو نیز همچنان بکن. بگذارید بچه ها نزد من آیند، مانع آمدن آنها مشوید، زیرا ملکوت خدا از آن این هاست. هر آینه به شما میگویم، هر آن کس که ملکوت خدا را مانند اطفال نپذیرد هرگز داخل آن نگردد. هر که این طفل را به نام من قبول کند مرا قبول کرده و هر که مرا پذیرد فرستنده مرا پذیرفته است، زیرا کوچکتر از بین شما بزرگترین است. شده. چه خبر است؟ عیسای ناصری در گذر است. کی؟ عیسا؟ 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 به من ترحم کن، مرا دریاب عیسا، مرا دریاب. او به انتظار تو ایستاده است. چه میخواهی برای تو بکنم؟ میخواهم بینا شوم. بینا شو. ایمانت تو را شفا داده است. من میتوانم ببینم. چشمایم باز شده. من میتوانم ببینم. خداوند، من میتوانم ببینم. هنگامی که عیسی به اورشلیم می رفت، مردم بسیاری به دیدن او می آمدند و از او می خواستند که راه نجات را به آنها نشان داده. در شهر اریحا باجگیری بود به نام زکی. وی آنچنان مشتاق دیدار عیسی بود که برای دیدنش بر درخت بلندی بالا رفت. فرود بیا زکی، زیرا میخواهم امروز در خانه تو بمانم. خانه من؟ آری، در خانه تو. راستی که عجیب است، زکی باور نمیدارد. این سعادت بزرگی است برای او. عیسی در خانه او فرود میآید. آری، در خانه او. بگیر. خیالی در سر داری زکی؟ گوش گیر. الحال نصف اموالم را به فقرا میدهم و اگر چیزی ناحق از کسی گرفتم 4 برابرش را به او پس خواهم داد. آری، دروغ است. باور کردنی نیست. چطور ممکن است باجگیری پولی به کسی بده؟ این غیر ممکن است. امروز نجات در این خانه پیدا شد، زیرا که پسر انسان آمده است تا گم شده را جستجو کرده و او را نجات بخشد. گوش گیرید، اینک به اورشلیم می رویم تا آنچه به زبان انبیا درباره پسر انسان نوشته شده به انجام برسد، زیرا که او را به رومیان تسلیم می کنند
به او بی‌حرمتی کرده، آب دهان به رویش انداخته و تازیانه می‌زنند و سپس او را خواهند کشت و در روز سیوم برخواهد خواست. با اینکه عیسی می‌دانست برای گناهان مردم کشته خواهد شد، به طرف اورشلیم روانه گردید. سلطان، شاه، مردم بسیاری از آمدن عیسی شادی نمودند و او را پادشاه خود خواندند. اما بعضی از پیشوایان مذهبی که در بین جمعیت بودند، عیسی را ملامت نمودند. استاد، شاگردان خود را دستور بده ساکت باشند. شما میگویم اگر اینها ساکت شوند، هر آینه سنگ ها به صدا در خواهند آمد. عالی بود عیسی، جواب دندان شکنی دادی. معبد مقدس اورشلیم به جای عبادتگاه به مرکز خرید و فروش مبدل گردیده بود. پولت را تبدیل کن. 6, 7, 8, 9, 10. مکتوب است که خانه من خانه عبادت است، لیکن شما آن را مغاره دوستان ساختید. جلوی او را بگیرید، بگیریدش، بگیریدش. نگهبان ها را صدا کنید، نگهبان ها را صدا کنید. به من گفتند که خیلی ها او را به عنوان پادشاه خود می شناسند. یک پادشاه؟ پادشاه گدایان، مطرودین و دزدان، همه چیز چون گذشته است. آنها می آیند، ادعا می کنند و می روند و مردم فراموش می کنند. کور نباش، پیروان او روز به روز افسایش می یابند. مردم او را ستایش می کنند و فکر می کنند که براستی پادشاه است. بگذارید به شما یک هشدار بدهم. اگر این مرد غریبه بیش از این آرامش را تهدید کند، شما نفوذتان را از دست خواهید داد. شاید او راست میگوید. وقت آن است که با این غریبه مقابله کنیم. هرچه فریسیان و کاتبان ریاکار مورد ملامت عیسی قرار میگرفتند، پیروان او در بین یهود زیادتر میشدند و به همین نسبت آنانی را که ملامت کرده بود بر مخالفت خود میافزودند. این هم سهم من. به شما میگویم، این بیوزن فقیر از جمیع شما بیشتر انداخت، زیرا که دیگران زیادتی مال خود را به خدا هدیه کردند، لیکن این زن در عین احتیاج تمامی معیشت خیش را اهدا کرد. به ما بگو، به چه قدرت این کارها را میکنی و کیست که این قدرت را به تو داده؟ من نیز از شما سؤالی دارم. به من بگوی، تعمید یحیی از آسمان بود یا از مردم؟ چه باید گفت؟ اگر بگوییم از آسمان، هر آینه گوید چرا به او ایمان نیاورد؟ و اگر گوییم از انسان، تمامی قوم ما را سنگسار کنند، زیرا یقین می‌دارند که یحیی نبیست. ما نمی‌دانیم از کجا بوده است. من نیز شما را نمی‌گویم که این کارها را به چه قدرت به جا می‌آورم.
اما چون عید فطیر نزدیک می شد که موسوم به فصل می باشد، عیسی پتروس و یوحنا را فرستاده گفت بروید و شام فصل را به جهت ما آماده کنید. اشتیاق بی نهایت داشتم که پیش از عذابهایم این فصح را با شما بخورم، زیرا که از این دیگر نمی خورم تا مفهوم واقعی آن در ملکوت خدا روشن گردد. ای خداوند خدای ما، مالک عالم، نامت مبارک باد که تو برای ما از تاک میوه آوردی. این را بگیرید و بین خود تقسیم کنید، زیرا به شما میگویم تا ملکوت خدا نیاید از میوه مو دیگر نخواهم نوشید. ای خداوند خدای ما، مالک جهان هستی که نان را از زمین فراهم می آوری، تو متبارک هستی. این جسم من است که برای شما داده می شود، این را به یادگاری من به جا آورید. این پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته می شود، لیکن اینک دستان کسی که مرا تسلیم می کند با من در سفره است. در حقیقت پسر انسان باید جان خدا فدا سازد، زیرا خداوند چنین مقرر فرموده است، ولی وای بر کسی که او را تسلیم کند. خداوند برای ما بگو، بگو که خیانتکار کیست؟ و شما کسانی می باشید که در امتحانهای من با من به سر بردید، و من ملکوتی برای شما قرار می دهم چنان که پدرم برای من مقرر فرمود، تا در ملکوت من از سفره من بخورید و بنوشید و بر کرسی ها نشسته بر 12 قبیله اسرائیل داوری کنید. پس خیانتکاری وجود ندارد؟ شمعون تأمل کن، اینک شیطان خواسته همه شما را امتحان کرده غربال نماید، چنان که برزگر گندم را از پوسته جدا می نماید. لیکن من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود و هنگامی که تو بازگشت کنی برادران خود را استوار نما. خداوندا من حاضرم به همراه تو به زندان بروم و با تو بمیرم. پتروس، بدان که امروز قبل از بانگ خروس خود تو 3 بار مرا انکار خواهی کرد. پیشوایان مذهبی به گرد هم آمدند تا ببینند چگونه می توانند عیسی را از میان بردارند، اما شیطان در یهودای اسخریوطی که از جمله آن 12 بود داخل گشت و او رفته با رؤسای کهنه و سرداران سپاه گفتگو کرد که چگونه او را به ایشان تسلیم کند، و عیسی از اورشلیم به کوه زیتون روانه شد تا دعا نماید، و چون به آن موضع رسید به ایشان گفت: بیدار باشید و دعا کنید تا در تجربه نیفتید. یهودای اسخریوطی به خاطر 30 سکه نقره به عیسی خیانت کرد. عیسی میدانست که زمان آن رسیده است تا به خاطر گناهان بشر بمیرد، پس به دعا مشغول گردید. ای پدر، اگر بخواهی این پیاله را از من بگردان، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو.
آنگاه فرشته‌ای از آسمان بر وی ظاهر شد که او را تقویت می‌نمود و عرق او چون قطرات خون بود که بر زمین می‌ریخت. برای چه در خواب هستید؟ برخیزید و برای خود دعا کنید تا در تجربه نیفتید. آیا به بوسه پسر انسان را تسلیم میکنی یهودا؟ خداوندا، اجازه داریم به شمشیر بزنیم؟ آران دستگیرش کنیم. کافیست دیگه. این معجزه است. آیا لازم بود با شمشیر و چوب بیایید؟ مگر من جنایتکارم؟ من با شما هر روز در هیکل بودم و مرا دستگیر نکردید. این زمان زمان شماست و قدرت شیطان حکم فرماست. و حواریون در تاریکی شب او را ترک کردند. ببریدش. مواظبش باشید. سربازان وی را به سرای رئیس کهن آوردند و به تمسخر او را پادشاه یهود خواندند. ردای تو نیز از آن ما خواهد شد شاها. این همان ملکوت است که وعده میدادی. چه زود نصیبت شد. این است نتیجه خودسری. این مرد هم با عیسی بود. ای زن، من اصلا او را نمیشناسم. من آنها را با هم دیدم. ببینید شاه به چه روزی در آمده. درست نگاه. نگاه کنید. اینان غلامان جنسار تو هم. بر ما که می نگری چه احساسی می کنید؟ تو هم یکی از آنهایی؟ نه، من نیستم. نگاه کنید، شک ندارم که این مرد با عیسی بود، چون اونیز جلیلی است. راحت من بگذار. من نمیدانم تو درباره چه صحبت میکنی مرد. نگاهش کنید. عیسی برگشت و به چشمان پتروس نگریست. پس پتروس آن کلامی را که عیسی به وی گفته بود به خاطر آورد. امروز قبل از بانگ خروس خودتو سه بار مرا انکار خواهی کرد. خدایا، خداوندا، خداوندا مرا ببخش. من پشیمانم. من تو را دوست دارم و میدانم چیستی. مرا ببخش عیسی.
تو همه چیز را از پیش به ما گفتی، ولی ما نسبت به کلام تو طغیان کردیم. می توانی بگویی که تو را زد؟ پیشگویی کن بعد چه کسی تو را خواهد زد. کافیست، می گویم کافیست، او را به شورا آوری. برخیز. شورای پیشوایان یهود برای بازپرسی از عیسی به گرد هم آمدند. به ما بگو، آیا تو مسیح هستی؟ اگر سخنی بگویم حرفم را باور نخواهید کرد، و اگر پرسشی از شما بکنم پاسخی نخواهید داد. لیکن بعد از این پسر انسان به طرف راست قوت خدا خواهد نشست. در این صورت تو پسر خدا هستی؟ تو گفتی که هستم. شنیدید؟ باز هم حرف هر روزه خود را تکرار کرد. این کار نمی کنید. آنچه او گفت ما به گوش من شنیدیم. او را به نزد پیلاتوس خواهیم. و آنان عیسی را نزد پنتیوس پیلاتوس که خونخوارترین فرماندار رومی و مسئول مصلوب کردن هزاران نفر بود بردند. شما اینجا چه میخواهید؟ آن هم صبح به این زودی. ما مردی را دستگیر کرده ایم که مردم را منحرف میکنند. او در صحن هیکل آشوب برپا کرده است. بگویید مجازات او چیست؟ محکومش کنید. هیچ دلیلی برای محکوم کردن او نمیبینم، هیچ دلیلی. ما او را مجرم میدانیم. به مردم میگوید به امپراتور مالیات ندهند و خود را مسیح میداند، پادشاه میداند. پادشاه؟ آیا تو پادشاه یهودی؟ تو گفتی که هستم. او از جلیل شروع کرد و اکنون به اینجا رسیده است. از جلیل؟ آیا این مرد جلیلی است؟ در این صورت نیکوست که او را به دست هیرودیس پادشاه بسپاریم. او هنوز در اورشلیم است؟ آری. او را به نزد پادشاه ببرید. بروید کنار، راه را باز کنید. سرور من، او مردم ما را منحرف می کند و خود را یک پادشاه می خواند. این مرد؟ پادشاه؟ اعلی حضرتا بزنیدش. نزد پیلاتوس بازگردانیدش. این در قلمرو اوست. این مرد کاری که سزاوار مرگ باشد نکرده است. پس دستور میدهم او را شلاق زده آزادش کنید. رسم ما بر این است که در این عید محکومی برای قوم ما آزاد. ما خواستار آزادی باراباس هستیم. بله. و این مرد را بکشید. شما تازیانه اش بزنید. مسلوب است.
چنان با صدای بلند فریاد می زدند که عیسی باید مسلوب شود. او را بکشید! مسلوب! او را برپا نگه دارید. باز شخصی بود که به خاطر قتل آشوب به زندان افتاده شد و عیسی را به دستانان سپرد تا مسلوب شد. بروید کنار، بروید کنار، بروید بروید کنار، کنار بروید، بروید کنار، کنار بروید، بروید کنار، کنار بروید، کنار وقتم، بروید کنار، راه را باز کنید، راه را باز کنید، راه را باز کنید، بروید کنار، کنار بروید، برخیز، برخیز، بروید کنار. چنین رفتاری مکنید، خداوند هرگز شما را نخواهد بخشید. تو نامت چیست؟ شمعون اهل قیروان. صلیب را حمل کن. من را بر دوش این مرد بگذارید. چه هم بخور. کنار بروید، راه را باز کنید. بروید کنار، بروید کنار، کنار بروید، بروید کنار. بروید کنار، راه را باز کنید، راه را باز کنید. سریتر، سریتر، سریتر. برخیز. بدنی کنید، سریتر، سریتر. بروید کنار. سریع‌تر، سریع‌تر، بروید کنار، بروید کنار. اینم را ببخش پدر، زیرا نمیدانم چه میکنند. دیگران را نجات داد، حال خود را برهاند. اگر مسیح هستی خود را نجات ده، از صلیب فرود بیا، به ما معجزه ای نشان بده. آه.
این است پادشاه یهود. اگر پادشاه یهود هستی پس خود را بران. اگر تو مسیح نیستی پس خودت و ما را نجات بده. تو از خدا نمی ترسی؟ درباره او همان حکمی اجرا شد که برای تو، ولی او خطایی نکرده. مرا به یاد آور عیسی، هنگامی که به ملکوت خدایی. هر آینه به تو میگویم امروز در فردوس خواهی بود با همراه من. در این زمان ظهر فرا رسیده بود و تاریکی سراسر زمین را تا 3 ساعت فرا گرفت. کل درست از وسط 2 پاره گردید. ای پدر، روح خود را به دست تو می سپارم. مجد و جلال خدای راست، به راستی که این مرد بیگناه بود. یوسف نامی از اهل رامه، عضو شورا، که مردی نیکو و صالح بود و در رأی و عمل ایشان مشارکت نداشت، از پیلاتوس اجازه خواست تا جسد عیسی را قبل از طلوع آفتاب در قبری که برای خود تهیه کرده بود بسپارد. ما را ببخشید، ما به دنبال جسد عیسی آمده ایم. همگی خوش آمدید، ولی عجله کنید چون سبت نزدیک است. موسیقی
روز یک شنبه با طلوع خورشید آنان به مقبره آمده و هنوتی را که مهیا کرده بودند در دست داشت. مقبره باز است. داخل شد. آنها سنگ مقبره را به کناری غلطیده دیدند، ولی هنگامی که داخل شدند جسد عیسی را در آنجا نیافتند. چرا زنده را از میان مردگان می طلبید؟ در اینجا نیست بلکه برخاسته است. وقتی در جلیل بود شما را خبر داد، گفت ضروری است که پسر انسان به دست مردم گناهکار تسلیم شده مصلوب گردد و روز سیوم برخیزد. مقبره کنار رفته بود، ما داخل شدیم، اما جسد عیسی آنجا نبود. خدایا نبود؟ چطور ممکن است؟ دو فرشته بر ما ظاهر شدند که از نور می درخشیدند مثل خورشید و به ما گفتند چرا زنده را در میان مردگان می طلبید؟ او برخاسته است. او راست می گوید. باور کنید آسان است. خودتان رفته ببینید، قبر خالی بود. خداوند ما رفته بود. گفته ما را باور کنید. خداوند در حقیقت برخواسته، او بر شمعون ظاهر شده است. ولی ما او را نشناختیم. البته در راه تا هنگام پاره کردن نان شما چگونه یافتید؟ در باغ او را دیدم، او مرا با نام ندا داد. سلام بر شما باد. چرا مضطرب هستید؟ چرا در دلهای خود مشکوکید؟ بنگرید دست ها و پاهایم را. این خود من هستم که نزد شما ایستادم. دست بر من گذارده ببینید، زیرا که روح گوشت و استخوان ندارد ولی من دارم. اینها همان سخنانی است که من درباره آن به شما میگفتم. ضروری بود آنچه در تورات موسی و صحف انبیا و زبور درباره من مکتوب است به انجام رسد. چون این مکتوب است که مسیح عذاب بسیار کشد و روز سیوم از مردگان برخیزد، سپس به نام او از اورشلیم شروع کرده موعظه به توبه و آمرزش گناهان در همه امتها کرده شود. شما شاهد بر امور هستید. من موعود پدر خود را بر شما می فرستم. پس شما در اورشلیم بمانید تا وقتی که به قوت اعلی آراسته شوید. خدا شما را برکت داده حفظ فرماید. تمامی قدرت در آسمان و زمین به من داده شده است. پس رفته همه امتها را شاگرد سازید و ایشان را تعمید دهید به اسم اب و ابن و روح القدس و تعلیم دهید تا همه اموری را که به شما حکم کرده ام حفظ کنند. و اینک من هر روزه
تا انقضای عالم همراه شما می باشم. آمین. مقبره‌ای که جسد عیسی در آنجا گذارده شده بود خالی است. او سه روز پس از مصلوب شدنش از مردگان قیام کرد، اینک زنده است. عیسی می‌خواهد وارد زندگی شما شود، چنان که گفته است: من قیامت و حیات هستم، هر کس به من ایمان آورد مرده باشد زنده گردد. قریب 2000 سال از زنده شدن مسیح می گذرد. هنوز هم مسیح زنده، بزرگترین، تواناترین و بانفوذترین شخصیت دنیاست. سیاستمداران متکبر، امپراتوران، دانشمندان، علما، فلاسفه و فقها طی قرون متمادی آمده و رفتند، اما عیسی هنوز زنده است. شخصیت مسیح در تاریخ بشریت یکتا و بی همتاست. تولد او نظیر ندارد. انجیل میگوید که از مریم باکر متولد شد. زندگی او بی نظیر بود. قدرت خدا در زندگی او عیان و آشکار بود. زندگی او مقدس و بدون گناه بود. در تاریخ دنیا هیچ کس قدرت معجزات او را نداشته است. پیام وی بی نظیر بود. عیسی محبت خود و بخشش الهی و زندگی نوینی را به هر کس که او را چون نجات دهنده قبول نماید عطا فرماید. پیام او به هر جا که رفته است، حیات تازه، امید تازه و هدف تازه‌ای برای زندگی بشر بخشیده است. مرگ او بر صلیب بی نظیر بود. 2000 سال پیش خالق عالم یگان فرزند خود عیسی مسیح را فرستاد تا فدیه گناه تمام بشر گردد. او برای تو مصلوب گردید. قیام او بی نظیر بود. سه روز بعد از مرگش عجیبترین واقعه بشریت به وقوع پیوست. عیسی از مردگان برخاست. تولد او، زندگی او، مرگ او و قیام او همه ثابت می کنند که آنچه ادعا کرد حقیقت داشته. او فرزند خدا و نجات دهنده جهانیان است. همین عیسی امروز زنده است و می خواهد داخل زندگی شما شود، گناهان شما را ببخشد و به شما قدرت دهد که در پری زندگی زیست نمایید. به کلمات او گوش گیرید. بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران و من به شما آرامش خواهم بخشید. من راه راستی و حیات هستم. هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. کتاب مقدس می گوید زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. کتاب مقدس همچنین می گوید مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودان در خداوند ما عیسی مسیح. او به وسیله مرگ خود کفاره گناهان شما شد و حال حاضر است تا وارد زندگانی شما گردد. اینک بر در ایستاده میکوبم. اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند، به نزد او در خواهم آمد. اینک برای اینکه بخشش و محبت او را بچشید و حیات جاودان یابید، باید او را چون فدیه خدا به جهت گناهان خود بپذیرید و به وسیله ایمان از او بخواهید که داخل زندگی شما شود. اگر اشتیاق قلبی شما بر این باشد، می توانید از روی ایمان دعا کنید تا عیسی به زندگی شما داخل شود. می توانید دعا کرده بگویید: ای عیسی خداوند، من به تو محتاجم. سپاسگزارم که بر روی صلیب به خاطر گناهان من جان دادی. اینک قلب خود را به روی تو می گشایم و تو را به عنوان نجات دهنده و خداوند خود می پذیرم. پس عنان زندگی مرا به دست گیر و از من انسانی بساز که مقبول تو باشد. آمین. اگر این دعا آرزوی قلبی شما را بیان می کند،
می توانید آن را در قلب خود همراه من تکرار کنید. ای عیسای خداوند، من به تو محتاجم. سپاس گذارم که بر روی صلیب به خاطر گناهان من جان دادی. اینک قلب خود را به روی تو می گشایم و تو را به عنوان نجات دهنده و خداوند خود می پذیرم. پس عنان زندگی مرا به دست گیر و از من انسانی بساز که مقبول تو باشد. آمین. حال که با تمامی دل چنین دعا کرده اید و از خداوند با ایمان خواسته اید که به زندگی شما وارد شود، می توانید مطمئن باشید که او به وعده خود عمل نموده. همچنین مطمئن باشید که گناهان شما بخشیده شده است، که اینک فرزند خدا هستید و حیات جاودان دارید. اگر بخواهید زندگی سرشاری را که مسیح وعده داده است از آن خود گردانید، هر روز دعا کنید و به وسیله خواندن کلام خدا اراده او را برای زندگی خود کشف کنید. با ایمانداران مشارکت داشته باشید و همیشه بعدهای عجیب او را به خاطر بیاورید. تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود و اینک هر روز تا انقضای عالم همراه شما می باشم.